درود بر شما. 17 خرداد ماه 1398 خورشیدی و 7 ژوئن 2019 میلادی، 30 سالگشت مرگ آیت الله خمینی است و البته 30 سالگشت رهبری آیت الله خامنه ای. اینکه در این 30 ساله چه گذشته و وضع مردم ایران از کجا به کجا رسیده میراث خمینی است. امشب به میراث بنیانگذار حکومت مستضعفان میپردازیم، بخشی از این میراث. پرده آخر هم که آخر برنامه طبق معمول. و اما تقدیمی این هفته در پیوند با تظاهرات امسال روز قدس، از جمله میراث خمینی. همین روز قدس است که اعلام کرد آخرین جمعه ماه رمضان همه مسلمانان در حمایت از فلسطین راه پیمایی کنند و اعلام براءت کنند از استکبار جهانی، از اسرائیل و آمریکا و بقیه اذناب استکبار. به قول امام خمینی، 30 سال بعد از خمینی روز قدس امسال چه وضعی داشت؟ طبق معمول یه خانوم آورده بودن توی راهپیمایی ها که بریم میبینین دیگه، هیچ جوری تابلویی که دستشونه به ریخت و قیافشون نمیاد. کنارشون هم، کنار این خانوم هم، گله به گله جا مترسک میدیدی برای شلوغ کردن تظاهرات بیرونق، نماد زنده زنده سوزوندن آدم های واقعی رو میدیدی. ببینین دوروبر این نماد با این خوشحالی که این جماعت دارن نماد این اون آدم رو میسوزونن، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، اگه همه مردمی که در موقعیت انقلابی جدید علیه جمهوری اسلامی هم به خیابونها بریزن، اینجوری علیه حاکمان جمهوری اسلامی عمل کنن، که باید منتظر اوضاع وحشتناکی بود که یعنی حاکمان جمهوری اسلامی یکم خوب دقت کنن به همین فیلم ها و عکسایی که ما یکیشو نشون دادیم که نمونه هاشو در لیبی موقع سرنگونی قذافی دیدیم. واقعیشو باری خلوتی تظاهرات قدس امسال جاشو به مترسک داده بود، یعنی اگه آدمای واقعی کم بودن حکومت سعی کرده بود با مترسک جاشونو پر کنه. اینه میراث خمینی در روزی که جانشینش میگه امسال برای ما روز قدس اهمیت ویژه‌ای داره. تقدیمی این هفته به رمضان شریف، رئیس ستاد قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. کیمده ببینید؟ کلی تبلیغ و کلی فلا و کلی نیرو و کلی بسیجی و کلی بخشنامه نامه آدم جمع شده. ساعت 12 ظهر شهر تاعت بشه. خمینی 13 خرداد 68 مرد، 14 خرداد 68 پرواز ملکوتی امام اعلام شد در سیمای جمهوری اسلامی و البته صدای جمهوری اسلامی. 15 خرداد 68 مراسم تشییع جنازه خاکسپاریش بود که تشییع جنازه و خاکسپاریش بود که به دلیل ازدحام جمعیت و پاره شدن کفن امام به دست مردم سوگوار از خود بی خود، خاک سپاری یک روز به عقب افتاد، یعنی اعلام کردن فردا انجام میشه و آخرش در محلی که در بهشت‌صحرا زمین وسیعی که بهش میگن مصلای امام خمینی دفن شد. چه سالی عرض کردم مرد خمینی؟ سال 68، یعنی
بعد از اعدام‌های اول انقلاب، بعد از اعدام هزاران جوان و نوجوان در سال 60 و 67 اون قتل عام زندانیان سیاسی، بعد از اون سخنرانی‌ها درباره زنان و مطبوعات و روشنفکران و احزاب و پوستتون رو میکنیم و نمیدونم در روشنفکران رو در ملأ عام اگر به دار میزدیم نمیدونم فلان میشد و بعد از سلاخی مردم کردستان و اون شعارهای اشد من الکفار و بعد از راه انداختن جنگ ایران و عراق و کشته شدن 1,000,000 نفر و علیل شدن 500,000 نفر دیگه، چند نفر تو تشییع جنازه خمینی تو سر و کله زدین و اشک ریختین؟ 10,000,000 نفر، 1/6 جمعیت ایران، 1/6 جمعیت ایران از نوزاد تا سالمند نمیدونم 90 ساله، 1/6 دیگه. انقلاب 57 نبود که همه بگیم گول شعارهای خمینی رو خوردیم. سال 68 بیش از 10 سال جنایت رو دیده بودیم. بعضی ها میگن هیچ وقت تقصیر مردم نیست، بعضی ها میگن خلایق هرچه لایق، یکم توهین‌آمیز البته، ولی انصافا لیاقت خلایق اینه. جان خلق ای به اوج لافتا شهر زده، ای در این دوره خیبر زده، ای حسن پیموده راه حسین، پرچم خون بر گلوگاه حسین. اینا هم که میخوند هیچ ربطی البته به مرگ خمینی یا گلوگاه خمینی نداشت. اینا که دیدین همین 1,000-2,000 نفری که اینجا تو سر خودشون میزدن نبودن. همون موقع رسانه های ایران اعلام کردن بیش از 10,000,000 نفر در تشییع جنازه و خاکسپاری آیت الله خمینی شرکت کردند. رسانه های خارجی همون موقع اعلام کردن بیش از 2,000,000 نفر. کتاب گینس که اولین ها رو ثبت میکنه خاکسپاری خمینی رو به عنوان پرجمعیت ترین تشییع جنازه یک رهبر مذهبی و سیاسی جهان ثبت کرد. مقبره خمینی در 30 سال گذشته هم محل زیارت بوده هم تجارت، میدونین همه. هیچ رهبر مذهبی و سیاسی در جهان تا امروز مقبره‌ای نداشته، اینقدر پرهزینه و مجلل. و این خیلی پرمعناست که تشییع جنازه بنیانگذار حکومت مستضعفین پرجمعیت ترین تشییع جنازه قرن باشه و قبر همین رهبر حکومت مستضعفین گرانترین قبر دنیا. ببینین ماها کی هستیم. خمینی همیشه از برپایی حکومت مستضعفان میگفت. در اولین سخنرانیش در ایران در سال 57 در بهشت زهرا یادتونه گفت هرچه از رژیم سابق به غنیمت گرفته ایم، یعنی همه ایران، گفت امر کرده ام به مستضعفان بدهند، یعنی به همه مردم ایران. بنیادی هم درست کرد به اسم بنیاد مستضعفان که طبق آمار نصف نیمه خودشون درآمد سالانش
امروز بیش از یک سوم بودجه کل طرح‌های عمرانی کشوره. رئیس بنیاد مستضعفان الان آقای محمد سعیدی کیاست؟ ما فروشمون در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بوده. 26 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه. سود خالصش میشه چقدر؟ هیچکی نمیدونه. دارایی‌های بنیاد چقدره؟ هیچکی نمیدونه. اموال مرجع، اموال معقول و غیر معقول نداره. میدونی چرا نداره؟ یعنی خودتون هم نمیدونی چقدر پول داره؟ نه، ببینید دارایی های بنیادی کشورم نمیدونه چقدر داره. چرا؟ برای اینکه همیشه تجدید ارزیابی باید بشه. الان بخوایم اینو بگیم چقدر با تجدید ارزیابی کارشناس به نظر بده دیگه. حالا بر اساس آخر محاسبه ای که داشتیم با یه تلرانس 20 درصد نمیتونم بگم اینو. واقعا من میخوام راست بگم دیگه، دروغ که نمیخوام بگم. اینو هیچ وقت تو بنیاد نداره کسی که بگه چقدر دارایی داریم. وقتی رئیس بنیاد مستضعفان نمیدونه چقدر اموال داره، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی بیت رهبری و هر نهاد حسابرس دیگه چجوری میتونه محاسبه کنه شما چه اتفاقی براتون میفته؟ یعنی چه اتفاقی؟ اینو ترجمه کنم بفهمم چه اتفاقی میفته. یعنی اینکه حسابرسی مالیتون دارایی بنیاد مستضعفان هیچکی نمیدونه، حتی رئیسش. جمعیت گرسنه و بیکار و یعنی جمعیت مستضعفان هم هیچکی نمیدونه. اصلا مستضعفان کیلو چند؟ نه من نگفتم یکی از چند درصد چند میلیون گرسنه داریم تو کشور؟ این آمارو شما میدونی؟ هیچکی نمیدونه. وزیر رفاه که مسئول این کاره یه عدد آخرین عددی که معاون وزیر رفاه اعلام کرد 2.5 میلیون نفر بود. ببینید اعداد مختلف کمیته امداد یه عدد میده، رفاه یه عدد میده، عددهای مختلفی که من میگم نمیدونم. منم همه اینا رو شنیدم. فقط ساختمان بنیاد مستضعفان، فقط ساختمونش چقدر میارزه؟ اخیراً دکوراسیونشون رو عوض کردن، هزینه‌اش چقدر شد؟ 120 میلیارد تومان برای نماکاری و دکوراسیون ساختمان بنیاد مستضعفان. 120 میلیارد تومان به کی دادن؟ به خودشون، یعنی به رؤسای مستضعفان، به واسطه اسم دو تا شرکت خودشون. شرکت تالون یه شرکت عمرانیه که تو سایتش دو قرارداد پیمانکاری 25 و 6.2 میلیاردی برای بنیاد مستضعفان به عنوان کارفرما دیده میشه. شرکت بنیاد سازه هم یه شرکت تو حوزه ساختمانیه که مشاور پروژه بازسازی ساختمون 15 طبقه، نمای دو ساختمون و طراح محوطه پیرامونی بنیاده. اما خب ببینید قراردادی تو بنیاد مستضعفان منعقد نمیشه مگر اینکه مراحل قانونیش رو بعد از یعنی مناقصه برگزار شده بر اساس قوانین مصوبه به بنیاد و هیئت امنا بر اساس نص سری قانون مزایده مناقصه. یکی از راه‌های جلوگیری از اینجور بحثا به نظرم همون بحث جزئیات قرارداد است. الان من اونطور که خوندم شرکت تالون اگر اشتباه نکنم و بنیاد سازه اینا پیمانکار و مشاورن. خب اولا اینا مال خود بنیادن، خود دو تا شرکت ها شرکت های زیمجموع بنیاد، یعنی خود شرکت بنیادی دارن انجام میدن. مسئله اینه تو مناقصه، یعنی مناقصه به صورت عمومی برگزار شده ولی خود شرکت های بنیاد مثلا قیمت ها پایین تر بوده، چجوری شده که اینا انتخاب شدن؟ آگهی مناقصه پروژه بازسازی محوطه و آبنما موجوده ولی برای سایر پروژه ها آگهی پیدا نکردیم و در کل خیلی شفاف نیست که این شرکت ها پروژه ها رو با چه کیفیتی گرفتن و با چه جزئیاتی دارن اجرا میکنن. از نظر ما انتشار قراردادها و جزئیات اونها میتونه مفید باشه، اما مسئول همراهمون میگه شرکت های پیمانکار راضی به انتشار قراردادها نیستن چون دارن برای بنیاد با قیمت پایینی کار میکنن و نمیخوان این نرخ پایین منتشر بشه و روی سایر پروژه هاشون اثر منفی بذاره، که البته بازم قانع کننده نبود چرا که قانون نهادهای عمومی رو ملزم کرده که جزئیات قراردادهاشون از جمله کیفیت و کمیت مورد معامله رو منتشر کنن و این موضوع رو هم به رضایت طرف دیگه قرارداد و پیمانکارا مشروط نکرده. خود دل از سمت پیمانکارا اینا یه روابط کار طبیعیه. بله
120 میلیارد تومان فقط به اسم خرج دکوراسیون و نماکاری بنیادی که با شعار دادن اسمش خمینی شد رهبر انقلاب. آقای سعیدی کیا رئیس خوش برخورد و خوش بیان بنیاد مستضعفان چه جوابی به سوال خبرنگار اعتماد آنلاین درباره فعالیت و هدف بنیاد مستضعفان میده؟ الان میشنوید، با هیچ منطق اقتصادی جور در نمیاد. میگه بنیاد یک بنگاه اقتصادی است، توجه کنین، یک بنگاه اقتصادی است در دنیای سرمایه داری که درآمدشو میده به فقیر فقرا. رسالت بنیاد مستضعفان بر اساس اساسنامش، بر اساس اون هدفی که امام خمینی تأسیس کرد، این همه بالا پایین شد، این همه زحمت، این همه صنعت، این همه سرمایه، این همه سوداوری، مالیات، دعوا، رسانه خارجی، این همه حرف و حدیث، رسالت اصلی چیه؟ رسالت اصلی ما همینه. ولی ببین، تو توی بنگاه بزرگ اقتصادی هم وارد میشی که اساس کارش کسب درآمد برای محروم مستضعفینه. کسب درآمد بنگاه بزرگ اقتصادی برای محرومان مستضعفین دیگه چه صیغه ایه؟ کسب حداکثر سود، اینه هدف و رسالت هر بنگاه بزرگ اقتصادی. هر تعریفی از هر جای دنیا که بیارین تهش میشه همین. حداکثر سود چجوری به دست میاد؟ با بکارگیری انرژی و اندوخته اندک همینا که بهشون میگین محرومان مستضعفین. یعنی 220,000 نفر از این مستضعفان به اسم کارگر و کارمند جز باید برای شما بنیاد مستضعفان کار کنن تا شرکتاتون بچرخه. یعنی سپرده های جز همین مستضعفان توی بانک سینا و مؤسسه های مالی به شما امکان سرمایه گذاری روی پروژه هایی رو میده که سالانه ازشون 26,000 میلیارد تومان درآمد دارین. یک سوم بازار کشور دست شرکت های همین بنیاد مستضعفانه. شرکت نفت بهران بیش از یک سوم سهم بازار روغن های صنعتی کشور، زمزم 35% بازار مصرف کشور، صنایع غذایی سینا 63% سهم فقط ماهوشعیر، هولدینگ قند بنیاد مستضعفان 10% مصرف قند کشور رو این وارد بازار میکنه، 20% نئوپان کشور و 12% سیمان کشور دست بنیاد مستضعفانه. شاید خیلی ها ندونن که هتل‌های کوثر اصفهان، تهران، صفائیه یزد، عالی قاپو اصفهان، پارسیان، این هتل‌ها همه مال بنیاد مستضعفان. شرکت گسترش الکترونیک مال همین بنیاده که 51% از سهام ایرانسل رو داره. بانک سینا، بیمه سینا، تجارت سرمایه گذاری سینا. کجای دنیای سرمایه سالار، بانک و بیمه و بنگاه سرمایه گذاری و این همه محصولات در سطح ملی و بین المللی با هدف صرفا کمک به مستضعفان و محرومان درست میشه؟ حضرات میفرمایند، میخواستم اگر ممکنه بفرمایند، میفرمایند بارها گفتن که جمهوری اسلامی اولین نظام حکومتی است در عالم که برخلاف نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی بر محور منافع مستضعفین برپا شد. از این کزا و کزاهایی که خمینی میگفت. چی رسیده به مستضعفان از این درآمد سرشار بنیاد مستضعفان؟ چقدر رنگ و بوی مستضعفین رو میدین؟ انا از مدیر 20 میلیون تومانی چقدر درد مستضعفان میتونه درک بکنه؟ حوصله داری؟ بله. صرف کارهای جدیدمون میکنه؟ من میخوام بدونم از اموال ناشناخته بنیاد مستضعفان سهم القدر مستضعفان کشور چقدر؟ من بگم دیگه، فهمیدیم که 11300 خانوار تو کشور از 2 معلول تا 7 معلول وجود داره که خونه ندارن. فهمیدیم که این عدد شده 14000 تا. یه کار گروهی بسیار خوب سهم بندی کردیم، ما چقدر بدیم بنیاد مسکن، چقدر بده شهر، چقدر روستا، چقدر همه اینا. تا حالا الحمدلله 2000 خانه رو دادیم. نکته بعدی این که ما دانش آموزان نقاط محروم رو
تقریبا 50,000 نفر از طریق لوازم کمک آموزشی تحت پوشش داریم. 6,000 نفر امسال وام میدیم. محروم مستعد متعهد اینجوری شناسایی میکنه از طریق دستگاهی زیر رفتش. با وزارت علوم هم کاملا هماهنگی. وزارت نوسازی مدارس اومدن پیش من گفتن که فلانی ما این تعداد مدرسه کلاس کم داریم. کلاس. باشون قرارداد بستیم 1300 کلاس رو ما بسازیم 50-50 ما نمیسازیم چون اونا بهتر از ما میسازن، داریم تامین اعتبار میکنیم. به نظرم تا حالا 300-400 تاش انجام شده، باشه هم انجام میشه. با وزارت بهداشت درمان من جاهایی که میرفتم تو شهرستان کوچیکی میگفتن بیمارستان، ما دیدیم که وزارت بهداشت درمان میدونید 32 تخته دیگه نمیسازه چون ادارهش سخت و گرانه. 64 تخت خواهی میسازه، برای جای کوچیکم نمیسازه، یعنی باید یه جمعیتی باشه که این 64 تخت خواهی جواب بده. ما پیشنهاد کردیم بهشون بیان بیمارستان کوچولو اینجا بسازیم، 10 تختی میسازیم، اسمش هم گذاشتیم درمان بستر. با اونا 40 تاشو الان تفاهم کردیم، جاش هم اونا تعیین میکنن، ما کاری نداریم. وقتی تمام شد اونا تجهیز میکنن و بهره برداری، ما هم دو تا آمبولانس میذاریم اونجا با هزینه بنیاد. ببینین این کل فعالیت هایی بود که آقای سعیدی کیا توضیح دادن، اینن پخش کردیم، هیچ فرقی جدا نکردیم، قطع نکردیم بی کم و کاست، که بدونین کل این فعالیت ها که منظور هزینه کردنه، میگن فعالیت های بنیاد یعنی اینقدر هزینه کرد، که همش هم شراکتی بوده. شنیدین دیگه، ما سهم 50% مشترک با چند بنیاد دیگه یا با چند من وزارت خونه دیگه درباره مسکن و فلانه. خیلی خوب، میشه چقدر؟ یکیشو بگیریم مثلا همین کلاس های درس که از همش هم پرهزینه تره در این هزینه هایی که ایشون فرمودن، همین کلاس های درس که گفت چقدر هزینه تعریف شده کلاس درس. معاون عمرانی وزیر آموزش پرورش با بیان اینکه به 24,000 کلاس درس نیازمندیم گفت به طور متوسط برای ساخت هر کلاس درس حدود 185 میلیون تومان نیاز داریم. خب از 24,000 کلاس درس مورد نیاز کشور طبق آمار خودشون، بنیاد مستضعفان که جزئی از کارش باید مدرسه سازی تو مناطق محروم باشه، نصف پول ساختن 1300 تا کلاس درس رو تقبل کرده. رئیس بنیاد گفت گران شنید. میشه چقدر؟ اگر هر مدرسه رو طبق گفته معاون عمرانی وزیر آموزش پرورش هزینه ساختش رو 185 میلیون تومان در نظر بگیریم، میشه نزدیک به 119 میلیارد تومان. 119 میلیارد تومان کجا؟ 26 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه کجا؟ بقیه‌اش رو چیکار کرده؟ بنیاد همون چیزایی که شنیدین که کل هزینه کرده سالانش بیش از 500 میلیارد تومان نمیشه، یعنی کمتر از 1/5 درآمد سالانش. مالیات هم میده بنیاد مستضعفان. حالا 19 آبان 97 نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام و رهبری از شمول پرداخت مالیات خارج شدند. بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعة المصطفی، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان. همین دیروز داشتم با یه دوست شریف کاسب جزئی در ایران صحبت میکردم، گفت ممنوع الخروج شدم. گفتم برای چی؟ گفت مفاصل حساب مالیاتیم عقب افتاد. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس میگوید دولت درآمدهای مالیاتی را 153 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور دوباره به رکود رفته و به بسیاری از واحدهای تولید، تجاری، صنعتی و غیره با مشکلات شدید دست به گریبان هستند و خواسته اصلی آنها از دولت کاهش فشارهای مالیاتی است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال 98 دولت تا حدود 40% به درآمدهای نفتی وابسته است. بر اساس همین طرح بودجه برای سال جاری 148 هزار میلیارد تومان صادرات نفت پیش بینی شده که معادل حقوق کل شاغلان رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری در وزارتخانه ها، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، نهادها و مؤسسات عمومی و بازنشستگان کشور است. قبل از تحریم ها نفت همچنین سهمی 60% در صادرات ایران داشت. در بودجه سال جاری صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در نظر گرفته شده که اکنون به 500 هزار بشکه هم نمیرسه، یعنی به یک سوم این پیش بینی هم نمیرسه. اون وقت کمبودش رو دولت از کجا تامین میکنه که بتونه حقوق کارکناشو بده، حتی حقوق بازنشسته ها رو بده؟ از همین مستضعفان میچاپه. چجوری؟ نمیدونم چه واژه‌ای استفاده کنم، واقعا بگم شرم‌آوره. واقعا این ببینید چجوری میچاپه از جیب خود بدبختایی که باید مالیات بدن، نمیدونم فلان بکنن، جنس بخرن. یه نمونه بگم براتون. با ارز 9000 تومانی برای واردات گوشت به جای ارز 4200 تومانی که سیاست جدید دولت است، بانک مرکزی دستور داده ما به تفاوت 4800 تومانی از وارد کنندگان گرفته شود و اکنون گوشت با ارز 9000 تومانی سامانه نیما با ارز گرانتری وارد کشور می شود. بانک ها باید این ماب تفاوت را از وارد کنندگان بگیرند و گمرک هم بدون گواهی پرداخت این پول اجازه بیرون رفتن گوشت از گمرک را نمی دهد. خب بذاریم من اینو به زبان سلیس فارسی ترجمه کنم. یعنی چی؟ یعنی وارد کننده گوشت ارز 4200 تومانی گرفته و گوشت وارد کرده، دولت حالا میگه باید به حساب ارز نیما حساب کنی، یعنی 9000 تومان دلاری، یعنی 4200 تا برای هر دلار دادی باید ما به تفاوت 9000 تومان و 4200 تومان رو بدی، یعنی 4800 تومان دیگه باید بدی برای هر دلار تا بشه برابر با ارز نیما، بشه 9000 تومان. نتیجه برای مردم یا همین مستضعفین چی میشه؟ دو سه برابر شدن قیمت گوشت تو بازار. برای دولت مستضعفین نتیجه چی میشه؟ براتون بخونم. حال که ارزش این دلار دولتی از 4200 تومان به 9000 تومان افزایش داشته، دولت بیش از 60000 میلیارد تومان سود میکنه. از کی میگیرین 60000 میلیارد تومانو؟ از اون وارد کننده ها، وارد کننده های گوشت میگیره. اونا از کی میگیرن؟ از مردم تو بازار میگیرن. صفای گوشت رو دیدین دیگه، هر روزم گرونتر میشه. کجا رفت این 60000 میلیارد تومان حالا؟ کجا رفت؟ آقای حکومت مستضعفه. همون جایی که پولایی که از برجام گرفته بودین رفت. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام میگه همزمان با مذاکرات برجام 1.7 میلیارد دلار از آمریکایی‌ها پول نقد در 4 پارت گرفتیم. پارت اول 400 میلیون را در چمدان برایمان آوردند و در ادامه بانک سپه و اینترنشنال سپه را از بلک لیست درآوردند، از لیست سیاه. چی شد 1.4 میلیارد دلار پول نقد؟ چقدرش اومد ایران؟ چقدرش باعث شد قیمت نون و تخم مرغ و شیر و مرغ و گوشت و دارو کم بشه؟ اینه که اگر 10 میلیارد دلار دیگه هم آمریکایی‌ها بدن به جمهوری اسلامی همین وضعه. بدتر هم میشه. چون یه جای دیگه خرج میشه. بختک حکومت یک باند مافیایی است بر 80 میلیون محروم، 80 میلیون مستضعف به قول همین سردسته های این باند مافیایی. کیان این باند مافیو؟ کیان؟ رأس هرم قدرت دیگه، رهبر معظم، رؤسای سه قوه، مراجع تقلید، حامی نظام مقدس.
اینا هم که تنهایی نمیتونن حکومت کنن، غیر از بازوی نظامی و اطلاعاتی هزار رنگی که دارن، یک لایه تازه به دورون رسیده اقتصادی به اصطلاح تکنوکرات های ریشو و کرواتی که منافعشون در حفظ همین رأس هرم قدرت، در حفظ این حکومت. بانک مرکزی فهرست کسانی را که دلار 4200 تومانی گرفتن منتشر کرده. این افراد در یک سال حدود 57000 میلیارد تومان سود به جیب زدند، بیش از 100 برابر بودجه هلال احمر ایران. کل خسارات سیل اخیر 30000 میلیارد تومان بود. این افراد 2.5 برابر کل خسارات سیل بر کشور سود بردن در یک سال. کسی میشناسه اینا رو؟ 30 میلیارد دلار از 40 میلیارد دلار، یعنی 3/4. 30 میلیارد دلار از 40 میلیارد دلار ارزهای صادرات صادرکنندگان به کشور بر نگشته، نه به شکل نقدی و نه کالایی. اینا کیان؟ اینا خودشونن. اسدالله عسکرآرادی رئیس اتاق بازرگانی صنایع ایران و چین بیش از 16.5 میلیون یورو صادرات داشته ولی هیچ اطلاعاتی ارائه نکرده است. ببینین نتیجه این دزدی‌های باند مافیایی حاکم می‌شود بیکاری بیشتر مردم، گرانی بیشتر ارزاق عمومی و کالاهای ضروری، چون پولی به اقتصاد مولد که وارد نمیشه هیچ، مدام ورشکستگی کارخونه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ. آمار میدن 60% ایرانیا کار نمی‌کنن. چرا 60% ایرانیا کار نمی‌کنن؟ نمی‌خوان کار کنن. وقتی کار نیست، وقتی ورشکستگی اقتصادی، وقتی کارخونه‌ها یکی یکی تعطیل میشن، وقتی حقوق کارگرا 6 ماه 7 ماه عقب میفته، کم کم گرسنگی چندان فراگیر میشود که دیگر نه انسانیتی میمونه، نه فرهنگی، نه عاطفه‌ای. فقر اقتصادی همه چیزو نابود میکنه. هجوم مردم همیشه در صحنه ایران در تصادف ماشین حامل هندوانه در جاده رفسنجان. اینو ببینید، مردم ما قد گرسنه هستن، دارم بار بدبخت رو میدازم، چه کمک میکنم؟ جاده رفسنجان کرمان. من عمر ماه مبارک رمضان نکن سپستم یه مینوبوس رو نگه کنید، خیلی به این مردم، به این ملت که به این روز افتاد. قبل از اینکه حکومت مستضعفین بیاد، نمونه‌ای میتونستین بیارین که تو همچین شرایطی مردم به راننده کامیون و صاحب بار کمک نکنن؟ نمیتونستین. الان نمیتونیم یک نمونه بیاریم که مردم کمک بکنن و بی خیال هر چی سر اون بیچاره اومده بارشو ندزدن. تریلی چپ کرده که یک تو روز روشن دزدی، تو روز روشن دارن دزدی میکنن. باید دست یکشونو بگیریم. سلام آقای راننده، خوبی؟ آقای بار مال شماست؟ پر اینا چرا دارن میبرن؟ میبرن مگه حرومش کردی؟ باید الان نیروی انتظامی بیاد بالا سرش بیسته که مثلا یکی نبره. 20 بار زنگ زدم گفتم آه میبرم و سآل میبرم، گفتم میفرستم الان از صبح قرار یه دونه سر بزرگ خوردم، چکار کنم به کدومش بجم؟ آور ندار الان من دزدی تو روز روشن ندیدم. بعد اونجایی که پلیس 110 یا آمبولانس و آتش نشانی میاد، اگه چه اتفاق میفته؟ جنازه یک کسی که تصادف کرده افتاده کنار جاده،
ماشینای دیگه که رد میشن میان وامیستن، جنسای این تصادف کرده چپ کرده این جنازه رو جنساشو میذارن تو ماشینشون میرن. این جنازه رو که اینجا میبینی صاحب همین ماشینه که پارچه‌هاش آتیش گرفتن، بارش آتیش گرفتن، مردم مثل مور و ملخ ریختن دارن پارچه‌های سوخته رو میبرن. میبینم واقعا چه وضعیتیه این بدبخت. این کسی سمت جنازه نمیره ها، کسی نیست که دوباره جنازه رو جمعش کنه، فقط باید تأسف خورد. انبوهی ویدیو میشه از این صحنه ها پخش کرد، صحنه هایی که دیدین هر کدومش کافیست تا ما رو به خودمون بشناسونه، بفهمیم که نظام حاکم چه بلایی میتونه سر مردم یک کشور بیاره. حاصل حکومت مستضعفین 30 سال بعد از مرگ بنیانگذارش، این مردم که اینجوری نبودن، انقدر ازشون دزدی شد، از سپرده هاشون به بانک ها و مؤسسات مالی، از سپرده هاشون به تعاونی های مسکن که همه داراییشون رو دادن تا صابخونه بشن، به خاک سیاه نشستن، از سپرده هاشون به عنوان حق بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی به صندوق های تامین اجتماعی، بلایی که سر صندوق تامین اجتماعی اومده و بازنشسته ها باید منتظر قطع شدن بازنشستگیشون باشن. اینه حسن امیری گنجه، همین 6 ماه پیش 17 دی 97 میشه معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، چند روز بعد 25 دی یه هفته بعد نامه میزنه به سرپرست سازمان و میگه تامین اجتماعی داره برشکست میشه، کامپیوترهای سازمان تامین اجتماعی هک میشن، هک کننده های همونهایی هک کردن این کامپیوترها رو که شعارهای علیه نظام مقدس نوشتن توی فرودگاه بیلبورد و تابلوهای فرودگاه مشهد و تهران و شهرهای دیگه. به هر حال هک کردن کامپیوترهای سازمان تامین اجتماعی، اسنادی رو درآوردن که اسناد الان یه بار دیگه حالا می‌بینین، این اسنادی که من فقط یکی دو خطش رو براتون سریع بخونم. بله این است اون نامه‌ای که رئیس جدید، یعنی سرپرست جدید این سازمان فرستاده است، نوشته است این خلاصه مدیریتی در اینجا تنها از بدهی‌های این سازمان پرده برداشته و در اثر وقت کارشناسان تامین اجتماعی چالش‌های پیش روی سال 98 برای کارهای پیشنهادی خود را به شما ارائه خواهند کرد. شایان ذکر است بدهی‌های سنگین ذکر شده این سازمان با بالغ بر 42 میلیون شهروند تحت پوشش، دلواپسی این جانب در مورد نقدینگی صندوق تامین اجتماعی در سال 98 را در بر داشته که در صورت عدم وصول بدهی‌های دولت به این سازمان قطعاً ورشکستگی این سازمان را در آینده نه چندان دور در بر خواهد داشت. کسایی که هک کردن این کامپیوتر رو و این نامه ها رو فرستادن که به تاریخ 25/10/97 فرستاده شده، نوشتن که سازمان تامین اجتماعی با بدهی بانکی 39 هزار میلیارد تومانی و آن هم قبل از ضررهای وارده از سیل‌های اخیر دست و پنجه نرم کرده و در آینده نزدیک ورشکست خواهد شد. با فروپاشی این سازمان که 42 میلیون شهروند را تحت پوشش دارد، اقشار زحمتکش، جوان و مستمری بگیران نیز فرو خواهند پاشید. دولتی که باید خدمتگزار ملت باشد خود 4 برابر بدهی بانکی این سازمان را که بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان است به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و مسئولین زیرفت ما را نادیده میگیرند و به ما پشت میکنند. چرا اینقدر بدهی داره بزرگترین صندوق مالی دولت مستضعفین که 42 میلیون نفر زیر پوشششان؟
اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی که با حجم چندین کارتون در اتاق جنب کتابخانه مرکزی سازمان نگهداری می‌شد به دلایلی نامعلوم ناپدید شد. کلید این اتاق تنها در اختیار گروه تفاوض کننده قرار داشت، اما وقتی نمایندگان قصد مراجعه به اسناد را داشتند متوجه شدند که اتاق و اسنادی در کار نیست، دیوارها تخریب شده و اتاق با سالن ادغام شده است. نتیجه این تحقیق و تفحص یک سالی که از مهمترین تحقیق و تفحص‌ها در طول عمر مجلس هشتم بوده اکنون دیگر در دست نیست. چندی قبل جعفرزاده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به پاری از نتایج به دست آمده اشاره کرد و گفت تخلفات مالی در سازمان تأمین اجتماعی بالای 10,000 میلیارد تومان است. الان تخلفات در شرکت انبارهای عمومی چندین برابر شده. به عنوان مثال پروژه‌ای که با 3 میلیارد تومان تمام می‌شد 12 میلیارد تومان برایش رقم زدند و در شرایطی که پیمانکار هنوز کار را تمام نکرده پول را به حسابش واریز کردند. با پول بازنشسته‌ای که 30 سال زحمت کشیده این گونه تخلفاتی صورت می‌گیرد. اینا تخلف، اینا جنایت بی‌سابقه است. کی کجای دنیا این کارا رو می‌کنه؟ کدوم حکومت؟ کدوم حکومت؟ این از بیمه و بازنشستگی که نمیدونم واقعا چقدر دیگه دووم میاره. اون ملاخور کردن سپرده های مردم تو تعاونی های مسکن هم فرصت داریم اندکی یک نمونه از نزدیک نگاه کنیم از نمونه های فراوان تعاونی های مسکن فرهنگیان که همه میگن شریفترین قشر جامعه. نامه نوشتن بر اون این فرهنگیان مال باخته و بیخونه، نوشتن جمعی از فرهنگیان ورامین حدود 25 سال پیش از طریق تعاونی مسکن فرهنگیان زمین‌های را خریداری کردند. متأسفانه این زمین‌ها علارغم پیگیری مکرر هنوز به فرهنگیان واگذار نشده. بعد از 25 سال در زمین‌ها سال‌هاست گندم کشت می‌شود. معلوم نیست مسئول تعاونی مسکن فرهنگیان آقای اردستانی با چه اجازه‌ای زمین‌هایی که به فرهنگیان فروخته شده برای کشت گندم اجاره می‌دهد. فرمانداری شهرداری نماینده ورامین آقای نقوی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هستند و خیلی هم زبون درازند پاسخگو نیستند. 25 سال پیش از 1,000 نفر از فرهنگیان پول گرفتن. هنوز خبر نیست 55 هکتار زمین رو چیکار کردن. پولا رو تو این 20 ساله کجا کارسازی کردن معلوم نیست. چند تاشون هنوز زندن، اونایی که این پولا رو دادن برای اینکه صابخونه بشن. بقیه‌شون هم که 20 25 ساله دارن میدونن. مقامات معلوم مثل معاون شهرسازی استان و امثال هم بیش از 2 دهه است که میگن داره درست میشه. چی درست میشه؟ حق ساختن خونه توی این زمینایی که 25 سال پیش قرار بوده 6 ماهه مجوز ساخت و سازش درست بشه بعد 25 سال داره درست میشه. این زمین ها حدود 25 سال پیش توسط فرهنگیان ورامین واگذار شد. که علت اینه که این آیون زمین رو فروختن به اون نفرات اولی که فرهنگی هن. برای 2 قنوار زمین من به سلوش 30-40 میلیون هزینه کردم. گفتم این زمین رو به 3 نفر دیگه فروختن، گفت نه پلاک 3 بار خورده. اینا گذاشتن تو بنگاه‌های مختلف فروخته شد به افرادهای مثل ماها. بیش از 20 سال از اینا پول گرفتن و به هیچ کی هم جوابگو نیستن. یه سری از این فرهنگی‌ها فوت کردن، یه سری ها بچه هاشون اومدن، هنوزم که هنوز صاحب این ملک نیستن که قرار شد سندشون توی در عرض 6 ماه تا 1 سال تحویل بشه. کنار همین زمین ها بنگاه ها اومدن ساختمونسازی کردن، الان اونجا مغازه است. اگر مجوز نمیدن اینا چطوری مجوز گرفتن؟ بیش از 200 فرهنگی پول دادن اول به تعاونی مسکن، بعد از چند سال که جواب نگرفتن زمیناشون رو فروختن به کسای دیگه. در مجموع الان بیش از 1,000 نفر هستن که سالهاست دارن میدونن برای خونه یا برای پولشون. ما از دست اون فرهنگی خریدیم، بعد 2 سال منتظر بودم هیچ خبری نیست، منم فروختم به یکی دیگر، اونم فروخته به یکی دیگر. اینا کمیسیونشون میگیرن این وسط. حادثه فرهنگیان ورامین بالای میدان ولیعصر. شما زمین خریداری کردید؟ بله، حدودا 30 میلیون تومان پول دو قطعه زمین رو دادم. 13 14 سال میشه. 8 میلیون اون زمان این زمین رو خریدم از یک عزا. بالای 36 میلیون تومان 40 میلیون تومان
هزینه کردن هنوز هیچ پاسخی داده نشده. فیشی رو که ریخته برای این 4 میلیون تومان ما رفتیم پیگیری کردیم، دیدیم این زمین رو به 3 نفر دیگه فروختن. 25 سال پیش از طریق خود شرکت تاونی 1 میلیون 200 تومان پول دادیم و این قطعه زمین رو گرفتیم. مال زمانی که حقوق من زیر 10000 تومان بود. خب بالاخره مملکت قانون داره دیگه. این فرهنگی های زندگی باخته چجوری دنبال کردن قضیه رو که بعد از 20-25 سال هنوز دارن میدونن که دیدیم؟ عرضم خدمتون که ما همکارا جمع شدیم، شورای شهر رفتیم فایده نداشته، دفتر امام جمعه رفتیم، مدارکش هم اینجا هست، مهر امام جمعه، فرمانداری هم رفتیم، فرمانداری چندین بار رفتیم، چه که نه مهر استانداری خورده نه مهر شهرداری خورده، اینو خودش اومده یه تطاونی ترسیم کرده فروخته به ارزا. بعد از فروختن این 3 بار نقشه رو عوض کردم. این برگر از طرف تعاونی به شما داد. تعاونی به من اینو داد. خب مسئولان چه میفرمایند این مسئله؟ اون پیگیری هایی که مجموعه شهرداری، شورای شهر و فرمانداری محترم انجام شده الحمدلله به ثمر نشسته و باعث شده که مراحل مختلفی از موضوع مورد تایید قرار بگیره، از جمله کارگروه زیربندایی و شهرسازی و همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که به تصویب رسیده و اخیرا موضوع جهت بررسی و ادامه سیر مراحل قانونی خودش به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع کرد. خب الحمدلله. حالا کی بالاخره درست میشه بعد از این همه سال؟ چی میگن اصیل کاری ما خارجه، ما زمانش رو زمانش چون جای دیگه است دیگه، ما زمان نمیتونیم بهش تعیین بکنیم که. خب دیگه خودم من اینو نمیشم بگم، بابا منم ملاحظاتی برای خودم دارم دیگه بابا. بله بچسب به صندلیت که یه وقت قپ قپت نیفته آقا. اینه این باند مافیایی ها که بر مستضعفان، اینه این حکومت مستضعفان، همتون میدونین هممون میدونیم، ولی بعضی وقتا عرض کردم به قول غلام حسین ساعدی باید تو کثافت رو نشون بدی تا معلوم بشه که چجوری اون کثافت باید برچیده بشه. ببینین یک نمونه فقط بگم که 30 سال بعد از مرگ بنیانگذار حکومت مستضعفین جامعه به جایی رسیده که خانواده شریف که خونش تو زلزله ویران شد باید 2 تا کلیه بفروشه تا شاید بتونه پیش قسط خونه جدیدشو بده. اینو نگاه کنین اگه میتونین بخونین، منم میخونم براتون. نوشته فروش کلیه زیر قیمت بازار، یک خانواده 7 نفره هستیم از روستای زلزله زده سر پل ذهاب که مجبور به فروش کلیه برای ساخت خانه هستیم. 4 فرزند کوچک زیر 10 سال دارم، همسر و مادر 70 ساله، 2 کلیه به فروش میرسد. با گروه خونی فلان، شماره تلفن 0921 990 3860. این ورودی صدا و سیما جامعه جمع تو خیابان ولی عصر نصب شده، این عکسی که دیدیم. من نمیدونم کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی چجوری هر روز از جلوی این تابلوی فروش همین که دیدین رد میشن، فروش کلیه چجوری از جلوش رد میشن، میرن سر کارشون، برمیگردن میرن منزل مبارکشون. بریم پرده آخر. علیه تنصیف دیگه زن ارتباطی به انسانیت نداره، مسئله مسئله نوناوریست. مرد اگر کشته شود ضرر اقتصادیش بیشتره، چون ناناور خانواده مرده. از نظر قوانین اسلام اینه، ما قوانینمان قوانین غربی نیست که هر دو باید نوناور باشن. اگر زن کشته شود ولو انسانی کشته شده، اما ضرر اقتصادی اون کمتر. غرض این نیست که انسانیت را جبران کنیم.
شب و روزگار خوش.